اگر خواهان رشدیم باید نیاز خود را برآورده کنیم از نعمت‌های خدا. نیاز ما از نعمت‌ها استفاده از نعمت‌ها نیست. مشکل ما اینجاست. ما فکر کردیم که هر چه امکانات و نعمت‌ها بیشتر باشد نیاز ما مرتفع می‌شود و ما بی‌نیاز می‌شویم. ولی واقع امر ما چیزی دیگر را می‌گوید. به اندازه این نعمت در ما هست که به تکبر و اسراف کشانده شده. به اندازه علم در ما هست که به نافرمانی و ایستادن در مقابل خدا منجر شده. دیگه نکته میگیریم از خداوند و برنامه های خدا با دو کلاس سواد دانشگاهمون که آقا فکر میکنه کارشناسی ارشد حقوق داره میکنه. دیگه نکته از قرآن در میاره، خدا را زیر سوال میبره، نماز و تقوا و اخلاق و دینداری را زیر سوال میبرد. دختری وارد دانشگاه میشود، حجاب را زیر سوال میبرد. نیاز ما از نعمت ها که باید از نعمت برداشت بشود میدونی چیست که سبب رشد ما بشود؟ اونو باید استخراج بکنیم از نعمت. از هر نعمتی باید اینو استخراج بکنیم، چه مادی، چه معنوی، چه فکری، چه علمی، چه روحی، چه روانی، چه اجتماعی، چه سیاسی، هر نیازی که باشد. شکر. لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر نعمت نعمتت افزون کند. شکر رمز و راز موفقیت و عبودیت و بندگی است. تا تو شکر نکنی خدا تو را به عنوان بنده خودش نمیپذیرد. تو را فرعون و نمرود قلمداد میکند، تو را قارون زمان قلمداد میکند. این شکر است که تو را خلیل و موسی و عیسی و محمد تلقی میکند. بندگان شکر گذار بودن. ما باید خصلت پیامبران خدا را به خود بگیریم و اونها جز تشکر واقعی از خداوند و اعتراف به تقصیرشون در مقابل این تشکر واقعی چیزی دیگر نداشتن و اعتراف به تقصیر شکر، شکر را کامل می کردن. یک شکر داریم و یک اعتراف به تقصیر شکر که دوباره جزو مکملات شکر است. اگر شکر کامل نمیتوانید به خدا بگو خدایا این بضاعت من هست، این در توان من است، تو بر من منت بگذار، همین ناقص رو از من قبول بفرما. اگر خدا قبول نکرد بعد پشت به خدا بکن. چرا بعد از هر نماز، نماز خوندی سه بار میگه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مگر نماز کار بدی است که استغفار داری میکنید؟ شما میخواهید نماز ناقصتون رو با معذرت خواهی که خدایا نمیدونم این نماز شایسته تو هست یا نه، این ذکر من شایسته تو هست یا نه، این تلاوت من شایسته تو هست یا نه. شما میخواهی با این سه بار معذرت خواهی شکرتون و نمازتون رو کامل بکنید و به خدا عرضه بکنید. نه اینکه این دو رکعت نمازتون رو به رخ خداوند بکشید. نیاز ما تشکر از خداست. خدا همه چی داده. امروز فقیرترینش، سیرترینه با مقایسه به گذشته. امروز زمین خیرات و برکاتش داره بیرون میریزه. هر چی زمین داره در آخر زمان بیرون میریزه. عروسی فقیرم شرکت میکنی درش اسراف میبینید. عروس خانم فقیرم 20 دست لباس تو چمدانش هست. داماد فقیرم یک پژوی در وز گرفته یا پژوی از کسی عاریت گرفته، گلکاری کرده روش تا
طرف نان نداره بخوره، پیاز میخوره که اشتهاش باز بشه. امروز فقر دیگر و نیاز دیگر دامنگیر ما شده. هرچه نیازهای دنیوی و مادیمون برآورده میشه، کوچکتر میشیم در نظر خدا. خیلی حرفا طوری میخوام جلوه بدیم که در نظر خلق خدا و همسایگان و همشهریامون بزرگ جلوه پیدا بکنیم، ولی غافل از اون که روز به روز در نظر خداوند و فرشتگان خداوند که خوبیهای ما و نیتهای ما و کارهای خیر ما را مینویسن، روز به روز کوچکتر میشویم. دو نفر بیشتر وجود نداره. تو کوچک نیستی؟ چرا با معصیت خدا خودمونو کوچک میکنیم؟ دو نفر فقط، یکی ذات الله هست، دوم انسان است، فرمانده و جانشینش. کسی دیگر هست؟ الله گفته من، بعد از من نفر دوم جانشین من. جانشین الله کیه؟ جبرئیله؟ انسانه. این موقعیت رو شما تشخیص داده بودید که شما چه موقعیتی دارید، چه حرمتی دارید، و همیشه قدرت فرمانده به جانشینش منتقل میشه. جانشین یعنی کسی که حق امضا رو داره، یعنی فرمانده بهش حق امضا داده. جبرائیل که سفیره، نگفته جبرائیل جانشین منه، جبرائیل سفیره، انسان جانشینه و خلیفه است. این انسان به کجا داره میره؟ اگر جانشین فرمانده خیانت بکنه، چه چیزی رو باید انتظار داشته باشه؟ گله از خدا نکنیم، از خداوند معذرت خواهی بکنیم. چیزی دیگر مطالبه نکنیم. نطلبیده خدا داده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. فالحق معه الرب لا شك.